سلام و درود هموطنان عزیزم، 8 خرداد 1402، 29 می 2023، 96 روز تحصن بعد از 72 روز اعتصاب قضا و یک هفته هم این ور و اون ور. ما امروز هنوز در مقابل وزارت خارجه بریتانیا نشستیم با همون خواسته مشخص. سپاه باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. از اینجا هم جای دیگری نمیره تا این کار انجام بشه و وارد فاز بعدی مبارزه‌مون بشه. عزیزان، همینطور که همیشه گفتم، ما برای اینکه ایرانمون آزاد کنیم، برای اینکه برگردیم و این مملکت رو که در طول این سالها به اینجا کشوندن بتونیم دوباره بسازیم، باید برگردیم به فرهنگمون. یعنی فرهنگ گفتگو، فرهنگ عشق، فرهنگ مدارا. یعنی تمام گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و دارن با این رژیم مبارزه می کنند، باید یک بار برای همیشه بپذیرند که با هم گفتگو کنند. یک سیستمی الان هست که همه ما رو داره سرکوب میکنه، میکشه، زندان میکنه، تجاوز میکنه. عقل این رو میگه. ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که این سیستم قاتل و جنایتکار رو نابود کنیم، بعد بنشینیم و با هم گفتگو کنیم، با هم رایزنی کنیم. این اون کاریست که باید انجام بدیم، راه دیگری نیست. هر کس که امروز به هر مسئله دیگری به غیر از اتحاد و عشق همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی بپردازه، یعنی داره آب به آسیاب جمهوری اسلامی میده. این رو من بارها گفتم، ولی مسئولیت خودم میدونم که دائما دوباره تکرار کنم. عشق و همبستگی میان ما مخالفان جمهوری اسلامی، میان ما عاشقان ایران، میان ما عاشقان فرهنگمون، میان ما عاشقان خودمون، عاشقان همدیگه، و داشتن مرز سرخ با قاتلان بچه های ما، با جمهوری اسلامی. یادمون نره فرهنگ مدارا و گفتگو، این فرهنگ ایرانیه. ما این رو باید به جهان نشون بدیم. این اون چیزیست که ما باید به دنیا نشون بدیم و بگیم ما آماده ایم برای یک ایران آزاد، برای یک ایران دموکراتیک. اونهایی که به دنبال ایجاد کردن فضای دیگری غیر از این فضا هستند، مطمئن باشید اهداف دیگری دارند. ولی ما باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم. راه دیگری هم نداریم. کف خیابون. تمام این کارا از کف خیابون شروع میشه. ما از کف خیابون با عشق و همبستگی با همدیگه باید این رژیم رو سرنگون کنیم. یادتون نره در آخر صحبتام بگم، به محض این که ما متحد بشیم با هم با نیروی عشق، 90% کار انجام شده. این رو مطمئن باشید. مبارزه خشونت پرهیز اینه. یعنی وقتی که با هم متحد بشیم، جبهه مخالف خودش متلاشی میشه، خودش از درون، که الان داره میشه. ولی اتحاد ما مانند یک کاتالیزور عمل میکنه و این کار رو سریع میکنه. این یعنی مبارزه خشونت پرهیز. این اون چیزیست که باید به جهان نشون بدیم. باید بگیم ماها که میخواییم بریم درون ایران آزاد، گارانتی میکنیم منطقه صلح و آرامش به منطقه و جهان برگرده.
این اون کاریست که ما باید بکنیم همه با هم. فدای همه شما. قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان کف خیابون. May 29th of May 2023, day 96 of our sitting protest after 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital. We are still in front of UK's Foreign Affairs Office with the same demand. We are asking our government, our leaders, our Prime Minister and our Foreign Secretary to place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorist organizations. Because what they did in past 44 years, not just in Iran or in the region, in the whole world, in the entire world, in UK and in different places. Today, I would like to thank all the politicians that they gave their support and basically joined our campaign in these 96 days. Especially those ones who they said, Vahid, get better and come back from the hospital and stay here till we work together and proscribe these terrorist organizations. We need to work together. And from the day one, I said, we are not against each other. We are together, us and our government. Our campaign is based on love and unity. As one of the MPs said, call our campaign peace camp. So our movement is based on peace, love, and unity against those terrorists. It's the battle, it's a long battle between good and evil. We have to stand strong together against them. Today, I repeat this again. We are together and we will stay here, we remain here till we achieve this great goal, not just for the people of Iran or the people of region or the people of Ukraine or the people of UK, for the entire humanity. And place this terrorist organization, this anti-human organization, where they belong to, on the list of terrorist organizations. Thank you.